طبقه کارگر و تشدید کشمکش بین نیروهای برجوایی در مصر رویارویی بین نیروهای نظامی حاکم در مصر و اعضا و هواداران اخوال المسلمین روز به روز حادتر می شود. در کشمکشی که روز شنبه 28 دسامبر برابر با هفتم دیما بین طرفین در دانشگاه الاسحر رویداد دو ساختمان به آتش کشیده شد، و یک دانشجو به ضرب گلوله افراد پلیس کشته شد. در تظاهراتی که در همین روز در قاهره و چهار شهر دیگر این کشور برگزار شد، دست کم چهار تظاهر کننده کشته و 87 نفر زخمی شدند. نیروهای پلیس در روز جمعه نیز تظاهرکنندگان کنندگان در شهرهای قاهره، اسکندریه، پورت سعید و چند شهر دیگر را به گلوله بستند و چهار نفر را کشتند. در این روز، 265 تن از اعضا و هواداران اخوان توسط پلیس دستگیر شدند. جنرال السیسی رئیس ستاد ارتش مصر روز پنجشنبه گذشته گروه های مختلف اپوزیسیون را به اقدامات شدیدتر تهدید کرد و از مردم خواست به خدا نیروهای نظامی و پلیس توکل کنند او به این ترتیب شکی باقی نگذاشت که حکومت نظامی میرود تا تمام اختیارات دیکتاتور منشانی حکومت سرنگون شده حسن مبارک را احیا کند. حکومت کنونی نظامیان از حمایت سیاسی و تسلیحاتی دولت آمریکا برخوردار است و توسط حکومت عربستان و شیوخ حاکم در خلیج حمایت مالی می شود. درگیری ارتش و پلیس مصر با اعضا و هواداران اخوان المسلمین به دنبال کودتاه ماه ژوئیه گذشته ارتش علیه دولت اسلامگرایی این کشور تا کنون تقریبا بدون وقفه ادامه داشته است. در تحول جدیدی به دنبال حمله انتحاری در یک ایستگاه پلیس در شهر منصوره که در آن 16 نفر کشته و 140 تن زخمی شدند، مقامات وزارت کشور مصر اخوان المسلمین را مسئول حمله معرفی و این نیرو را رسما تروریستی اعلام کردند یک سخنگوی وزارت کشور با توجه به حکم تروریست خواندن اخوان گفت پس از این هر کس در تظاهرات این گروه شرکت کند محکوم به پنج سال زندان خواهد شد و اگر ثابت شود که زندانی عضو اخوان است می تواند به حبس ابد تغییر یابد اخوان المسلمین که امروز این چنین مورد غضب ارتش واقع شده همان نیرویی است که خود ارتش مصر در جریان موج اول مبارزات انقلابی در این کشور راه را برای به قدرت رسیدن آن هموار کرد در آن هنگام سران مصر و دولت آمریکا تصور می کردند حکومت اسلامگراهای لیبرال می تواند الگوی مناسبی برای جلوگیری از گسترش و تعمیق انقلاب و راهی برای برقراری صبات مورد نیاز آنها در منطقه باشد. اخوان المسلمین به محض به قدرت رسیدن به مانند یک رژیم ضد انقلابی تمام ایار عمل کردند. قانون اساسی ضد دموکراتیک را به جامعه مصر تحمیل نمودند، اتحادیه های کارگری را تحت فشار گذاشتند، قدرت رئیس جمهور را افزایش دادند، به زنان آزادی در خیابانها حمله کردند تا وادارشان کنند در مقابل قوانین ضد انسانی اخوان المسلمین تسلیم شوند دست به کشتار مسیحیان قبطی زدند و دیگر اقلیتهای مذهبی را تحت فشار گذاشتند مردم مصر نان و آزادی میخواستند و جریان اسلامی نه تنها نانی به سفره آنها نیاورد بلکه اکثریت مردم را گرسنهتر و دورنمای بهبود اوضاع اقتصادی را تیره و تارتر کرد. آنها نه تنها به این کشور دیکتاتور زده آزادی نیاوردند بلکه با حاکم کردن شریعت بر زندگی مردم میخواستند این کشور را صدها سال به عقب برگردانند. جریان اسلامی با این حرکات با جوهر و محتوای انقلاب مردم مصر به دشمنی برخواسته بود و به همین دلیل بسیار زود مشروعیتی را که از انقلاب مردم گرفته بود با اعمال ضد انقلابی خود از دست داد و مردم مصر را به شورش علیه خود کشاند. بدین ترتیب موج دوم مبارزات انقلابی مردم مصر علیه حکومت اخوان المسلمین آغاز شد و میلیونها مردم در یک مارش عظیم تاریخی علیه این رژیم به خیابان ها ریختند. این حرکت عظیم سران ارتش و مشاوران آمریکاییشان را به این نتیجه رساند قبل از اینکه موج خروشان مردم کل نظام حاکم را همراه با ثروت و قدرت سران ارتش در هم پیچد با انجام یک کودتای سفید علیه مرسی مردم به خشم آمده را آرام سازند اما اگر عمل ارتش مصر یک کودتا بود این کودتا در عین اینکه مرسی را از قدرت برکنار کرد در همان حال میلیون ها مردمی را هم که برای پیگیری اهداف انقلاب خود به خیابان ها آمده بودند لاقل موقتا به خانه فرستاد امروز ارتش مصر تلاش می کند مبارزات کارگران و مردم مصر برای کسب آزادی و زندگی بهتر و حاکم شدن بر سرنوشت خود را تحت و شعاع کشمکش های خود با جریان اسلامگرا قرار دهد و از مردم میخواهد از پیگیری خواستهای اقتصادی و سیاسی خود دست بردارند. اما اعتصابات و آکسیون های کارگری بعد از کودتا از جمله اعتصاب بزرگ کارگران نساجی المحله و اعتصاب معدنچیان طلا در عواست دسامبر نشان می دهد که کودتای ارتش نتوانسته است آتش زیر خاکستر مبارزه طبقاتی در این کشور را خاموش سازد. در شرایطی که وضعیت زندگی و معیشت طبقی کارگر و مردم توحید است، حتی بدتر از دوران حکومت حسنی مبارک هم شده، طبقه کارگر چاره جز ادامه مبارزه برای تحقق خواستهای اولیه خود ندارد. تجربه ماهای گذشته نشان داده است که کارگران و مردم زحمتکش و زجر دیده مصر که در دوری پرتلاتوم انقلاب به اندازه سدهی گذشته در و تجربه کسب کرده اند، نه تنها خود را درگیر کشمکش اخوان و دولت نظامی نخواهند کرد بلکه مبارزات مستقل خود را برای تحقق خواستهایشان ادامه خواهند داد ادامه این روند می تواند به ایجاد سازمان ها و نهادهای تودگیر طبقاتی کارگران و ستاد رزمنده رهبری کننده این مبارزات منجر شود. ای که نتیجه سرانجام تحقق آزادی و رفاه و برابری که آرزوی کارگران و میلیون ها مردم آزاده و شریف در این کشور است، خواهد بود.